بریم ببینیم مود میکاپ امسال چیه. پوست طبیعی و نچرال و زیبا، شفاف و براق. بعد از یه سال پر از میکاپ، کانتور، هایلایت، امسال قراره که پوستمون یه خورده نفس بکشه و بهترین فرصته که از پوستمون یه مقدار مراقبت بکنیم. شستشوی به موقع پوست، کرم‌های مراقبت از پوست، لایه برداری. خلاصه امسال به پوستمون خیلی خوب برسید. اگه پوست خیلی خوبی دارید و میتونید که نو میکاپ لوک داشته باشین، خب خوش به حالتون. اما اگه میخواین که نو میکاپ میکاپ داشته باشین، برای این منظور باید که یه مقدار خیلی کم از کرم پودر استفاده بکنین، نه خیلی زیاد، که حالت طبیعی داشته باشه، یعنی بیشتر شبیه پوست طبیعی باشه. نو کانتور، نو هایلایت، هیچ کدوم. میتونید فقط از روی جگونتون برای یه مقدار کانتور کردن صورتتون استفاده بکنید. برای لب‌ها میتونید از مرغ لب‌های خیلی طبیعی یا از همون چاپستیک یا لیپ بام‌ها برای مرطوب کردن لب‌هاتون استفاده بکنید. میتونید یه مقدارم از ریمل استفاده بکنید که یه حالت دفینیشن یا یه عمقی هم چشماتون ایجاد بکنید که یه صورت نچرال و طبیعی و نو میکاپ میکاپ داشته باشید. بعد از همه تکنیک ها، کانتورینگ، برونزینگ، هایلایتینگ، استروبینگ و حالا نوبت میرسه به دریپینگ. دریپینگ در واقع مود جدیدی نیست، برمیگرده به سالهای 70-80، مود از اون موقع داره میاد. تکنیک دریپینگ به تکنیک گفته میشه که شما رژ گونه رو، قسمت بالای صورت و تمام قسمت های بالای صورت رو با رژ گونه کانتور میکنید. دو تا رنگ که تقریبا به هم نزدیک هستن انتخاب کنیم. اون رنگ تیره تر رو اول برمیداریم، رنگی یه مقدار تیره تر هستش اول برمیداریم و روی استخون گونمون، به قسمت بالای استخون گونمون، نه قسمت زیر که حالت کانتور که میخواستیم کنیم، نه قسمت بالای استخون گونمون رو به سمت بیرون میزنیم، کامل تا این قسمت، خیلی به سمت بالا. میبینیم بعد اون روشن‌تر رو برمیداریم، حتی ببینیم که اون اضافه هاش بده. بعد اون روشن‌تر رو برمیداریم، قسمت بالایی با همون رو شروع میکنیم فید کردن، حالا به صورت گرد دیگه و به سمت بالای ابرو، به سمت بالای ابرو، حالت مثل یه سیه، حرف سی، این حالت. بهتر که یه مقدار از زیر ابرومون رو هم بزنیم که یه حالت ست پیدا بکنه، بیشتر حالت فید بکنه. یه حالت لیفت داره، صورتتون به سمت بالا میکشه، خیلی هم خوش کرده. میتونید به جای رژ گونه از رژ لبتون هم استفاده بکنید. یه مقدار از رژ لبتون، معمولاً هم رنگایی که به سمت تنج صورتی، بنفش، قرمز، به این سمت این رنگ ها میرن، میتونید یه مقدار از اون رو دقیقا همونجا که گفتم رو قسمت بالای گونه‌تون بزنید و با انگشتتون فید کنید به سمت بیرون. به سمت بیرون فید کنید و یه مقداری هم دوباره به سمت بالا فید کنید و یه مقدار هم از زیر ابروتون به این حال. همون حالت سی رو ایجاد کنید با رژ لبتون، خیلی حالت طبیعی تری میده. یعنی اگه تفاوتش رو بخواییم ببینید، این حالت میکاپ گونه و این حالت خیلی نچرال تری میده بهتون. فقط دقت کنید که اگر میخواییم که از این از رژ لب استفاده کنید، باید دقیقا همون رژ لب رو روی لبهاتون هم بزنید، یعنی کامل باید ست بشه صورتتون. بله، استروبینگ. استروبینگ به همون هایلایت کردن صورت میگن، ولی نه اون هایلایتی که با کرم ها انجام میدید. هایلایت کردن با سایه های براق، با پودر های براق، فقط یه قسمت های بیرونی صورت، قسمت بالای استخون گونه، قسمت آرک ابروها و یه مقدار قسمت میانی صورت، نوک بینی، که یه حالت فرش و حالت تراوت و تازگی و یه شفافیت به پوستتون میده و خیلی قشنگه. اما دقت بکنید اگر پوستتون پورت های خیلی بازی داره
یا اینکه پوستتون اطراف چشماتون چروک داره، اصلا از این تکنیک استفاده نکنید، چون چروکاتون رو بیشتر نشون میده و پورهای صورتتون رو بیشتر نشون میده. مد مورد علاقه من رژ لب قرمز. شما میتونید از همه طیف قرمز، از قرمز روشن تا تیره، کرمبری، زرشکی، آلبالویی، از همش میتونید استفاده کنید بسته به تون پوستتون، رنگ پوستتون. این ترند واقعا ایزی و ساده است و بهتون یه حالت خیلی شیک و کلاسیک میده. فقط یادتون باشه رژهای تیره، رنگهای قرمز و کلاسیک همیشه با یه میکاپ کاملا تمیز و بی‌نقص ست میشن و همینطور چشماتون نباید خیلی میکاپ داشته باشه، فقط یه مقدار ریمل میتونید استفاده بکنید. بالاخره بعد از این همه ابروهای اینستاگرامی، ابروهای طبیعی دوباره برگشتن به مد. برای داشتن این حالت ابرو شما احتیاجی نداره که بخواید ابروهاتون رو خیلی بکشین یا خیلی بخواید تغییر حالت بدید. فقط ابروهاتون رو، اگر ابروهای پوری دارین، فقط ابروهاتون رو برس بکنید و یا با ژل ابرو میتونید فیکسشون بکنید. اما اگر که مثل من یه مقدار ابروهاتون خالی هستش، میتونید فقط اون قسمت هایی که گپ داره و خالی هست رو یه مقدار با سایه پر بکنید. ولی در نهایت قراره که ابروها حالت طبیعی داشته باشه. سایه های گلاسی و سایه های متالی. البته سایه های گلاسی بیشتر به درد کارهای عکاسی برای فشن و مد هستن. برای استفاده روزمره زیاد مناسب نیستن. خود اینکه سایه های گلاسی وقتی که شما میزنید بعدش پلکتون رو بازو بسته میکنید، این قسمت پلکتون چین و خط میفته و زیاد ماندگاری بالایی نداره. بنابراین خیلی مناسب برای استفاده روزمره نیست. اما سایه های متالیک که تو رنگ های مختلف شما میتونید، طلایی، نقره ای، رزگل، بیشتر مد هستش و شما میتونید از اون استفاده بکنید. گلیتر لیپ، لب های اکریلی. میتونید از همه جور اکریل استفاده بکنید، از همه رنگ اکریل، اکریل های رنگ های مختلف الان تو بازار پر هستش. میتونید استفاده کنید رنگ های صورتی رزگل، طلایی، مسی، میتونید از همه این استفاده بکنید. ولی خیلی مناسب استفاده روزمره نیستش. اگر برای مهمونی، پارتی یا مراسمی چیزی میخواین استفاده، یا برای عکاسی میخواین استفاده کنید، خیلی خوشگل هستن ولی زیاد کاربردی نیستن. خیلی هم ساده است. من امروز این طلاییش رو امتحان میکنم که به رژ لبم بیشتر میاد طلایی. یه مقدار ازش برمیداریم، خیلی زیاد هم نزنیم، یه مقدار ازش رو قسمت میانی لب هاتون دقت کنید، خیلی به اطراف لب نزنید. امیدوارم که دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنین که من بدونم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات، هر چی که هست توی کامنت ها برام بذارید.